به این برنامه ویژه هارتاک در اسلو خوش آمدید. مهمان من چند روز پیش به اسلو پایتخت نروژ رسید. او از تهران فرار کرده. محمد مصطفی وکیل حقوق بشر است. زندگی او به دلیل یکی از پرونده هایش برای همیشه دستخوش تغییر شده. پرونده ای که اعتراض جهانیان را برانگیخت. پرونده زنی که در ایران به جرم زنای محسن محکوم به سنگسار شده است. محمد مصطفی مجبور بود در چند هفته گذشته تصمیم‌های سختی در زندگیش بگیرد. آیا این تصمیم‌ها درست بود؟ محمد مصطفی به برنامه هارتاک خوش آمدید. خیلی ممنون. منم ممنونم از اینکه من رو دعوت کردید بتونم مشکلاتی که برام پیش اومده رو پاسخ بدم. ما الان در اسلو هستیم. شما در مورد روزهای پرتلاطمی که در چند هفته گذشته داشتید میگفتید. حالا که اینجا در نروژ هستید چه احساسی دارید؟ من این دوران رو در روزهای گذشته نداشتم. شاید 6-7 سالی هستش که این دوران سخت رو داشتم و امروز در اسلو هستم. از اینکه در اسلو هستم و نمیتونم به ایران در ایران باشم و به موکلینم خدمت بکنم ناراحتم، ولی از اینکه به کشوری اومدم که حقوق بشر رو کاملا رعایت میکنه خوشحالم. فکر میکنید ایران را برای همیشه ترک و حالا دیگر به تبعید آمده اید و امکان برگشت به وطن برای شما وجود ندارد؟ من خیلی دوست دارم که در ایران کار بکنم و اینجا هم اعلام میکنم. اگر به من تضمینات صحیح داده بشه، امنیت غذایی داشته باشم، حاضرم برگردم به ایران و همون کارهایی که قبلا انجام میدادم برای نجات موکلینم اونجا هم ادامه بدم و اگر نشد و در همین جا کارهای دیگری مربوط به حقوق بشر انجام بدم. بیایید در مورد دلایلی صحبت کنیم که شما را به اینجا کشانده است. بسیاری از دلایل مربوط به پرونده خاصی است. سکینه محمدی آشتیانی. پرونده سکینه محمدی آشتیانی. او حالا بیشتر از 4 سال است که در زندان تبریز است. مجازات او به دلیل رابطه غیرقانونی با دو مرد است. او به علاوه به اتهام زنای محسنه به سنگسار محکوم شده است. چرا تا این اندازه درگیر پرونده او بودید؟ من از بعد از اینکه پروانه وکالتم رو گرفتم موضوع حقوق زنان رو در اولویت قرار دادم، کار کردم و چند سال گذشته بود که در مورد پرونده های سنگسار هم کار میکردم و یکی از پرونده هایی که من داشتم و دارم پرونده خانم سکینه محمدی بود در مخالفت با سنگسار و اینکه این مجازات مجازاتی است غیر انسانی است. من فعالیت کردم و علاقه من شدم به اینکه وکالت ایشون رو هم به عهده بگیرم. علت اینکه پرونده خانم آشتیانی اینطور توجه جهانیان را به خود جلب کرده این است که شما آن را در وبلاگ خود منتشر کردید. وبلاگ حقوق بشری که می نویسید. شما در حالی که هنوز در ایران بودید با رسانه های بین المللی مصاحبه می کردید. آیا از اینکه پرونده خانم آشتیانی را تا این اندازه علنی کردید پشیمان نیستید؟ من پرونده های دیگه موکلینم این کار میکنم، فقط مربوط به سکینه محمدی نیست، ولی در بین اینها سکینه محمدی سمبول شد و الا کسان دیگری هم بودند، دلارا دارابی، بهنود شجاعی و خیلی های دیگه، محمد رضا حدادی و شمامه قربانی که به سنگسار محکوم شده بود و از زندان آزاد شد. پس از خروج شما از ایران که بعداً در مورد دلایلش صحبت می‌کنیم، سکینه محمدی آشتیانی در تلویزیون ایران ظاهر شد. او درباره چند موضوع صحبت کرد. او ظاهراً پذیرفت که رابطه غیرقانونی با پسرعمه شوهرش داشت. او ظاهراً اعتراف کرد که در قتل شوهرش هم دست داشته است.
نظر شما در مورد حضور او در تلویزیون ایران چیست؟ در مورد اینکه ایشون ارتباط داشتن یک مجازاتی داره، ارتباط در حد زنا یک مجازاتی دیگری داره. ایشون هیچ وقت نگفتن که مرتکب زنا شدن، گفتن ارتباط داشتن مجازاتش سنگسار نیست. و در مورد کلیت برنامه 83 دقیقه‌ای که در ایران منتشر میشه، فکر میکنم باید بدونن این رو که این برنامه به هیچ عنوان تحت نظارت صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیست. به نظر من این برنامه تحت نظارت قسمت هایی هستش که به صورت امنیتی کار میکنه و به خصوص وزارت اطلاعات. برنامه هایی که ساخته میشه عمدتاً کذب هست و دروغ پردازی در این برنامه وجود داره. هدفی که به نظر من این برنامه دنبال میکنه دو چیز میتونه باشه. یکی این که چهره های سرشناس رو، من که خودم رو چهره سرشناس نمیدونم، چهره های سرشناس رو تخریب بکنه، تحقیر بکنه، اونها رو آزار بده. و دومین هدفی که این برنامه به دنبال داره این هستش که توجیه بکنه اعمال کسانی که از قدرتشون سوء استفاده میکنن در ایران. با توجه به شناختی که از سکینه محمدی و پرونده او دارید، باور میکنید که حضورش در تلویزیون ایران و حرفایی که زد به خواست و میل خودش بوده است؟ ببینید، خانم سکینه محمدی یک حرفی زد در مورد یک قسمت از حرفاش در مورد خودش بود، خب، و من هم میپذیرم به دلیل اینکه ایشون گفت من رابطه داشتم ولی رابطه در حد زنا نداشتم. خب و این بحث جداست. یکی در مورد من بود، یعنی برای تخریب شخصیتی من بود و من اون رو نمیپذیرم و اون رو میدونم که تحت فشار بوده. خب و الا اون ما باید بیاییم همه اینها رو قسمت بندی بکنیم. و فکر میکنم که در این مورد که در مورد من گفته شد واقعا اینطور نبود. من در مورد همه پرونده‌های حقوق بشری یک ریال از کسی نمیگرفتم، خالصانه کار میکردم، تمام موارد رو به خودشون عنوان میکردم و تمام هدف من نجات دادن اونها بود. اما رسانه های ایران شما را متهم کردند که از این پرونده خاص برای اهداف شخصی استفاده کردید. یک اینکه شما مدت طولانی است که علیه مجازات سنگسار در نظام قضایی ایران کمپین می کنید. دوم اینکه شما دنبال بهانه ای بودید که از ایران خارج شوید و بتوانید در کشورهای غربی درخواست پناهندگی سیاسی بکنید. در مورد جنبشی برای سنگسار، این جنبش سنگسار سالها در کشور ما بوده، ما کمپین‌های مختلفی رو تشکیل دادیم، اینها مسائلی بود که وجود داشت و هیچ کس هم مانع نمی‌شد. در مورد اومدن من اصلا به این صورت نیست. من بارها در گذشته به کشورهای مختلف سفر کردم و مجدداً سال گذشته ویزا داشتم، ویزای یک ساله مالتیپل گرفتم از سفارت نروژ. بنابراین من هیچ مشکلی ندارم که بخوام به درجای اقامت داشته باشم. بنابراین من هیچ وقت نخواستم که در مورد یک پروندم سوء استفاده بکنم. شما مدت طولانی است که پرونده کسانی را پیگیری می کنید که متهم به جرایم جنسی بودند. چرا فکر می کنید بعد از این همه سال مقام های ایران حالا تصمیم گرفتند علیه شما دست به اقدام بزنند؟ شما مدت زمان طولانی است که این نوع پرونده ها را پیگیری کرده اید و مخصوصا علیه سنگسار هم مخالفت خود را نشان دادید. تا به حال هیچ کس در هیچ جا عنوان نکرده که چرا من تحت تعقیب هستم. من یک بار به بازپرسی احضار شدم روزی که خانومم به گروگان گرفته شد و در اون روز من رو دعوت کردن و سوالاتی که از من پرسیدن در مورد مسائلی که شما فرمودید نبود، در مورد کمک به نوجوانان زیر 18 سال بود که به اعدام محکوم شده بودن، نه اون مواردی که شما گفتید.
بنابراین تا الان خودم نمیدونم که چرا رسانه ها این مواردی که شما مطرح میکنید از جمله موضوع سکین محمدی رو با من مچ میکنن. Well, let's talk about your personal decision making a little bit. بیایید کمی در مورد تصمیم هایی که باید در چند هفته گذشته می گرفتید صحبت کنیم. مطمئنا تصمیم های سختی بود. شما گفتید چند هفته پیش نامه احضاریه ای از طرف نیروهای امنیتی گرفتید تا برای بازجویی به زندان اوین بروید. گفتید که اصلا در مورد پرونده محمدی آشتیانی نبود. But you are accused of corruption, financial irregularities. شما متهم به فساد مالی شده اید. اما به جای اینکه بروید و با آنها صحبت کنید و به اتهامات آنها جواب دهید، تصمیم گرفتید که از کشور فرار کنید. You chose to flee, to escape. چرا؟ من جایی هم نگفتن که به اتهام فساد مالی تحت تعقیبم. گفتم به اتهام سوء استفاده مالی. یعنی فساد مالی با سوء استفاده مالی خیلی فرق می‌کنه. و علت این که من فرار کردم برای این نبودش که از زیر بار اون موضوعاتی که به من بخوان وارد بکنن و اتهاماتی که بزنن خارج بشم، به هیچ عنوان این نبود. علت خروج من اعمال غیرقانونی بود که یک بازپرس در مرجع قضایی انجام داد و مدت 3 ساعت، دقیقا یادم نیست، شاید 4 ساعت از من بازجویی شد و هیچ اتهامی به من زده نشد. بعد از چند ساعت متوجه شدم که حکم جلب من صادر شد و بعد متوجه شدم که زمانی که مامورین امنیتی اومدن دم دفتر من و وارد شدن، متوجه شدم که جلب من صادر شد. باز هم من اومدم دفتر، ولی بعد از اینکه من اومدم دفتر دیگه کسی نبود که بیاد من رو جلب بکنه، تا اینکه ساعت 11 شب متوجه شدم که همسرم رو بازداشت کردن و برادر ایشون رو، در زمانی که ایشون میخواستن برن ماشین خودشون رو برداره. بعد که ایشون رو بازداشت کردن و گفتن که ما ایشون رو بازداشت کردیم برای اینکه شما خودتون معرفی کنید، من تصمیم گرفتم که خودم رو معرفی نکنم. این علت اصلی خروج من بود و استنکاف من بود. در اون موقع وقت در اون موقع قصد اینو نداشتم که از کشور خارج بشم. ولی من میخواهم با شما درباره عواطف انسانی صحبت کنم، درباره احساسات شما به عنوان یک انسان. شما میدانستید که همسرتان در بازداشت است و یک دختر 7 ساله دارید که در ایران گذاشتید. فکر کردید که تنها راه برای شما فرار از ایران است؟ چقدر این تصمیم سخت بود؟ من که کار حقوق بشری انجام میدم، در این مورد نبایستی با احساساتم عمل میکردم. من به عقلم رجوع کردم و با توجه به موقعیتی که داشتم و اینکه میدونستم و یقین داشتم که دستگاه قضایی نمیتونه همسر من رو خیلی نگه داره، من نرفتم. اگر همسر من همون روز آزاد میشد، فرداش آزاد میشد، من مطمئنن میرفتم. ولی وقتی که به من گفتن حتما باید من برم در اونجا و همسرم آزاد بشه، این برای من خیلی سخت بود. هرچند تصمیم گرفتن برای اینکه نرم هم سخت بود. من همسرم رو دوست دارم، دخترم هم دوست دارم، ولی مردمانم رو هم دوست دارم. همسرتان برای چندی روز در سلول انفرادی در اوین بود؟ بله. وقتی متوجه وخامت اوضاع او شدید، چه اثری روی شما گذاشت؟ من تصمیمم این بود، وقتی که دیدم قضیه جدیه، فقط یک چیز میتونست همسر من رو نجات بده و خروج من از کشور. اگر من هرچه زودتر از کشور خارج میشدم، همسر من هم آزاد میشد. و مقامات قضایی وقتی فهمیدن که من در ترکیه هستم، مقدمات آزادی همسرم رو فراهم کردن و وقتی که من از ترکیه خارج شدم، ایشون رو آزاد کردن. ولی شما یک دختر 7 ساله دارید و چند هفته است که او را ندیده اید. تازگی با او صحبت کرده اید؟ من این یکی از بدترین سوالاتی که از من بشه. من وقتی که اسم دخترم رو میشنوم، اصلا جور حالت بدی است برای من.
من وقتی که صحبت میکنم نمیتونم باهاش حرف بزنم، به خاطر اینکه هیچ وقت ازش دور نبودم. فکر میکنید وقتی دخترتان بزرگ شود چطور میتوانید به او توضیح دهید که باید کشور را ترک میکردید؟ دختر من الانم میدونه که چی میشه، که چرا من کار میکنم. من اینم الان میدونه، میدونه که من هیچ وقت کار برخلاف قانون نکردم. برای من دختر عاقلیه، مادرش بهش توضیح داده، بنابراین منو درک میکنه، میدونم منو درک میکنه. And for you, and again, I know this is extraordinarily difficult. میدانم این برای شما خیلی سخت بوده که به اصول خود و دفاع از آنچه که حق میدانید پایبند بمانید. ولی واقعا معتقدید که این پایبندی ارزش درد و رنجی را که متحمل شده اید دارد؟ The pain that you're so obviously going through now. من یه نفرم، ولی در کشور ما میلیون ها نفر آدم زندگی میکنه و احتمال داره که هر کدوم اونها به نوعی مورد ظلم قرار بگیره. نه ظلم قدرتمندان، ظلم از خانواده، ظلم از جامعه، ظلم از قانون نادرست، قانونی که برخلاف موازین حقوق بشر است. شاید من دیگه تو این چند ماه دیگه کسی، بعد از این چند ماه دیگه کسی صدای من رو نشنوه، ولی ترجیح دادم به این که در همین مدت کوتاه هم که شده صدای من رو بشنوه و همه بدونن که سیستم قضایی کشور ما سیستم درستی نیست. قانونی که در کشور ما حاکمه قانون صحیحی نیست. شاید قانون صحیحی داشته باشه و همون قانون صحیح هم در برخی از موارد و در بسیاری از موارد نقص میشه. اینطور به نظر من میرسد که آنچه برای شما اتفاق افتاده یک مسئله عمیقا سیاسی است. در رسانه های دولتی آمده که شما به تبلیغات برای غرب کمک کرده اید و به منافع ایران لطمه زده اید. همینطور فکر میکنم شما از متهمانی دفاع کرده اید که به جنبش سبز تعلق داشتند. فکر میکنید رژیم ایران به شما به عنوان بخشی از این جنبش نگاه میکند؟ جنبشی که خواهان تغییرات سیاسی در ایران است و به همین دلیل یک جریان سیاسی پشت آنچه که برای شما اتفاق افتاده پنهان است. As part of a movement which wants to change politics in Iran. من تو در دوران کاری که فعالیت می‌کردم هیچ وقت وابسته به هیچ گروه سیاسی نبودم. هیچ وقت به هیچ به این موضوع فکر نکردم که بخوام موضوعی رو، بحثی رو سیاسی بکنم. کاملا مسائل حقوقی رو عنوان می‌کردم و واقعا هم این که کسانی که کار سیاسی می‌کنن چه برداشتی می‌کنن، در هر صورت در مورد خیلی چیزا کار سیاسی انجام میدن. به عنوان مثال رئیس جمهور ما دفاع می‌کنه در مورد انرژی هسته‌ای ایران و همین موضوع در سطح بین‌الملل منعکس میشه و خیلی ها مخالف هستن. خب ایشون به حق دفاع میکنن از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و من هم دفاع میکنم از موکلینم. بنابراین اگر که من موضوعی رو مطرح میکنم و دفاع میکنم از موکلینم بخواد برای من آثار منفی داشته باشه، برای رئیس جمهور ما هم باید داشته باشه. پس چرا من اینجا هم و ایشون اونجا هستن؟ پس چرا ایشون تریبون‌های رسمی دارن ولی من ندارم؟ یعنی شما میگویید که هیچ وابستگی به جنبش سبز و حرکت‌های اعتراضی نداشتید؟ من به همه گروه‌ها احترام قائل هستم. هیچ وقت در هیچ گروهی نبودم، با هیچ گروهی کار نکردم. چرا؟ من وکالت افرادی که کار سیاسی انجام میدادن، مشاور آقای کروبی یا مشاورای آقای موسوی رو داشتم، ولی هیچ وقت دخالتی در کارهای سیاسی به هیچ عنوان نکردم. آیا شما به عنوان یک وکیل به همین راحتی می توانید بین کار قضایی و کار سیاسی تمایز قائل شوید؟ امروز در ایران سیاست در همه چیز زندگی دست دارد.
همین شرایط شما یک مسئله سیاسی است و نه تفسیر قانون. اجازه بدهید چند جمله از یک وبلاگ نویس ایرانی اسکندر صادقی که آن را برای روزنامه گاردین نوشته است بخوانم. او میگوید واقعیت قدرت در ایران خشونتی است که گروه مخالف را از پا انداخته. گروه مخالفی که برای مقابله با مشت آهنین دولت امکانات کافی ندارد. او بی‌پرده میگوید آمران حکومتی سراپا مسلح هستند و آماده اند که از این سلاح‌ها استفاده کنند. آیا این واقعیت ایران نیست؟ خود شما که با آن مخالفت نشان داده اید. من فکر می‌کنم باید موضوع سیاسی رو با موضوع حقوقی جدا بکنیم. من قبول دارم که در مورد موضوعات حقوق بشر سوء استفاده های سیاسی میشه. این رو من میپذیرم و همه جا هم گفتم و در ایران هم بودم گفتم. همون حرفایی که من در خارج از کشور در مصاحبه های خودم گفتم در ایران هم میگفتم بدون اینکه مشکل داشته باشم. اگر بخوایم کاری انجام بدیم باید بیایم تصمیمات درستی بگیریم در کشورمون. یکی از تصمیمات این هستش که لااقل قدمی که برمیداریم در وهله اول این باشه که سنگسار منتفی بشه، مجازاتی جایگزینش بشه که مجازات انسانی باشه، مجازاتی باشه که متهم یا محکوم بتونه به زندگی برگرده، چون هدف این است از مجازات که تنبیه و تربیت بشه و بتونه شخص به جامعه بره و زندگیشو ادامه بده. و در مورد اعدام اطفال زیر 18 سال که در هیچ جای دنیا نداریم این اعدام منتفی بشه. چطور چنین چیزی در ایرانی که شما تصویر میکنید ممکن است؟ ایرانی با حکومت روحانیون در یک جمهوری اسلامی که قدرت کامل در دست رهبری و در حال حاضر آیت الله خامنه ایست و این نظام به این شکل عمل میکند. ببینید به دو تا مطلب باید توجه کنید. یکی این که برخی از موضوعاتی که حساسیت برانگیز هستن رو میشه منتفی کرد. اعدام اطفال زیر 18 سال رو اصلا هیچ مغایرتی با اسلام و دین نداره و شرع نداره. در مورد سنگسار، موجود سنگسار در قرآن نیست و میشه این کار انجام داد که سنگسار حذف کرد، چون این احکامی هستن که میشه تغییر داد. ما در اسلام بردهداری هم داریم ولی الان بردهداری انجام نمیشه. خیلی از موارد بوده که در گذشته بوده ولی الان نیست. و از همه مهمتر این هستش که مصلحت نظام رو باید در نظر گرفت. اگر کشوری بخواد مصلحتش رو در نظر بگیره باید تمکین بکنه به برخی از موارد و بخواد اصلاح بکنه قانونش رو. و آخرین سوال که به شرایط خود شما برمیگردد. شما در ماه‌ها و هفته‌های اخیر با تصمیمات بسیار سختی روبرو بودید و سر دوراهی‌هایی قرار گرفتید. از هیچ کدام از این تصمیماتی که گرفتید پشیمان نیستید؟ من این گزینه ها رو فقط تو این مدت نداشتم. من زمانی که بچه بودم از کودکی مشکلات خاص خودم رو داشتم. کودک کار بودم و مادرم هم زجر کشیده بوده. من هر کاری که لازم بوده انجام میدادم. زمانی که 7 سالم بوده کار کردم. به سختی درس خوندم. به سختی تونستم دانشگاه برم. به سختی تونستم زندگی تشکیل بدم. همه اینها برای من با سختی بوده. بعد هم پرونده ها رو گرفتم ولی لذت بخش برای من این بوده که همین کودکان رو بخوام نجات بدم یا کمکی به این کودکان بکنم یا در حمایت از حقوق زنان کار بکنم، چون مادر من هم سختی دیده در زندگیش، چون خود من هم سختی دیده. بنابراین سختی هایی که در هفته های گذشته من کشیدم اصلا سختی هایی نبوده که نشه تحمل کرد. محمد مصطفی، ممنون که در برنامه هارتاک شرکت کردید.